نوروزی امسال داستان 25 ساله همراه پیوندانش به تماشای بزکشی از پنجکند به خوجند آمده بود و شاهد سرکشی اسب گردید. داستان از همان حادثه نقل میکند که صدها نفر تماشاچان را از چنگ اسب خلاص کرد و میلیون ها مخلصان اسب تازی را به وجد آورد. طرفم اومد ما علا جامش قفیدم و بالی اسب سوار شدم در سنتری پولی با. بعد به نزدی بلندگاه یک چیغ زدم، بلندگاه یک برفتم، نامم رو گفتم، بعد گفتم مکافات نامه دادند به من. کیم بود است که این پول با؟ مالدیس، انا چوان دوست، مالدیس، مالدیس. بعد از بابای من بازه بزکشی با، من خیلی یک وضعیت شدم که یک پهلوانی چواندازی که من اونجا اول اسب افتادن و اسب خالی شد. اسب خالی شد، اسب هم خیلی گریز گریز کرد، هم خیلی اسب تیز بود. بول مردم برفته، مردم اولش خیس کرده، مردم زده، سو انچ مردم یاد شده، مردم زده چپا کرده گوش طرفتن بود. بعد همین جیانی من عثمان دوستان یک هنر نمایی کرد که همین خیس کرده رفته اول جمع اسب داشت و همه رفتار اسب که همین دویدن اسب که برابرش دویده و خودش بچه سپرسیمین بچه خیس کرده رفته اسب داشت و گردونده آورده. بسیاری ها در شرح این نوار نوشتند که این چاوانداز چالاک شهروند یکی از همسایه کشور تاجیکستان است، ولی خود داستان میگوید و ساکن شهر پنجکن میباشد و در محله لولی تباران نوآباد زندگی میکند. پدرش میگوید هرچند آنها صاحب اسب نیستند، ولی پسرش به این کسب از خردسالی ذوق بلند داشت. اگر در خوجند باشد، در خوجند در پنجکت می بیاد، از پنجکت در خوجند نو همین پتامین همین دوان کجا علاقی کلام باشد هم طرف میرود شب قش بلندی میکنند همین ویژتان هست نجا شده هم خیلی کارو با. پیوندان داستان این کسب را میراثی بابایش میلیبای شکروف می دانند. بابای میلیبای 82 سال دارد و تا 60 سالگش به قول خودش اسب تازی کرده است. بس کردم همین نویره ها داستان ها همین اسبای مرا سوار می شدن و خونو قدم می آمدن و سوار می شدن همون بچه نویریم همین قدر مشغولات می کردن دیگه. اگر چی گویم که پر شدم اسبای فروختم و پر شدم خوان نماند پلم هم نماند اسبای فروختم. والدین داستان میگن این فرزندشان در آیله پسری کلانی است و بار روزگار خانواده اساساً به دوش اوست. چندین سال است که برای تبابت پدر و مادرش زحمت میکشد. همین تاجیکستان با بسیارتری مردی کاری میکند. هر کجا رفته زندگی کرده به جای همین پدرش داریشان همین خطه چهار طرف میجنبد. همین دو فرزند دار شد یک ساعت حبلبه نمیستد. این طرف میبید این طرف برومده میرد. روسیه بیام به جای همین داروهای پدرش برومده رفت. مهم پرسید که شدگی. یک گرد خدا میگرد شده شوهرم ماندگی. چهار سال شد. ولی داستان نیاد دارد در آینده صاحب اسب گردد یا با نفرانی که اسب ورزشی دارند همکاری نماید. همین سال همین خط شاخ کرد که بانگو قرض گرفته باشه مکتا اسب میگرم. گفتم خط شاخ کرد با خودم گفتم که بچه جان من چهار سوم پلت کستید بنا باشه قرض دار کرد هیچ کارت بود نمیشد. گفته خودم نماندم همین پدر از اختیگ نختر شمان بعد گرفتم میگرفتم اکن همین به جای هوای برامده رفت که پدرم داروشان یک ماه دو ماه زیاد گرم بعد یک تا اسب گرم گفته برامده رفت. پیوندانش میگویند بعد هنرنمایش در مسابقه نوروزی امسال مسئولان برگزاری آن طریق بلندگویک هنرنمایی داستان را وصف کردند و 500 سامانی مکافات پولی دادند. ولی بندشه آنها باید این جوان برای صاحب شدن به اسب از سوی دولت و حکومت یا اسب پروران دستگیری یابد و هنرش را صیقل بدهد. این خیلی یکی که هنرمند یکی توی من هم خیلی برای سپورت به امسال خود نشانتی کرده خودم نمای خودشان نشان که تمام جهان با نمایان شوند. اگر این هم حرمت دولت ما هست حرمت تاجیکستان هست. اسب پروری و اسب سواری ظاهراً شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت می کنند به گفته حالدان ها به صدها هزار دلار می رسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری پنجکند.